روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز اعتراف کرد هر بار که نام فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی به گوش می‌رسد، نقش دولت در شکل‌گیری چنین راندهایی پررنگ می‌شود و مسئولان را در جایگاه متهم ردیف اول آن قرار می‌دهد. تخصیص دهنده اصلی راندهای بزرگ اقتصادی دولت و گروه‌های دولتی هستند. این منبع با اشاره به فضیحت دلار جهانگیری نوشت: اعلام ارز 4200 تومانی در فروردین ماه سال گذشته از سوی جهانگیری در عمل بستری امن و آسان برای راندخاری افراد و گروه‌های وابسته به نهادهای قدرت شد. فساد سیستماتیک در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده است. روزنامه حکومتی رسالت نیز خبر داد که دولت روحانی 60 میلیون دلار را بدون ضامن به یک نفر برای ساخت یک هتل در خارج از کشور اختصاص داده است.